خب بریم سراغ نفر بعد. هپی فیر فور ایر. سلام. سلام خدمت تمامی دوستان عزیز. سلام خدمت شما آرمین نوابی. خوب هستید؟ ممنون. من کتاب شما رو مطالعه کردم، Why There Is No God، چرا خدا وجود ندارد، اصلی ترین کتابتون رو. سوالاتی داشتم من تمامی اون 20 موردی که تمامی اون 19 موردی که شما نوشته بودید و قبول دارم و کاملا اصلا نمیتونم رد کنم، ولی مورد شماره 1، اصلی ترین مورد که خدا باوران ادعا میکنن این تنها موردی هستش که خدای پروردگاری وجود داره، اینه. فصل 1، علم نمیتوانه پیچیدگی و نظم حیات رو توضیح دهد. اگه امکانش هست، من متاسفانه نفهمیدم که چرا، چطور ممکنه که ما با استفاده از اون نظریه داروین، اسمشو یادم رفت، چجوری ممکنه این حجم از اسمش چیه، این حجم از جزئیات در بدن انسان و این جزئیات، ریسکاری های سلول، پروتئین و نوکلیک اسیدها، اینا چجوری ممکنه به خودی خودش به وجود بیاد؟ فکر کنم اسمش فرگشت بود، من اگه درست بخونم. چجوری ممکنه با یه فرگشت ساده یه سلول به اون سادگی تبدیل بشه به این پیچیدگی؟ اگه امکانش هست نظر شما رو من بدونم. من خودم هیچ نظری ندارم. متشکرم. نه خواهش، ببینید اینا کاملا توجیه شده. اینا رو کلی دربارش ببینید، من که نمیتونم الان اینجا بیام تمام این که فرگشت چجوری کار میکنه و چجوری از سلول به یک انسان پیچیده میرسیم و اینجا بیام خلاصش رو برای شما بگم. خب ولی اگه شما برین مطالعه بکنید که این چجوری انجام میشه، میبینید که توجیهش کاملا، یعنی برای تک تک مرحله های این. ببین ما توی علم اتفاقا مشکلات دیگه ای داریم که توجیه نشده. فرگشت یه چیزیه که به طور کامل دیگه همه چیش تا اثبات شده که چجوری ما از یک چیز با یک سیستم با یک قانونای خیلی ساده به یه چیز بسیار پیچیده میرسیم. خب و این نه فقط هم تو فرگشت اتفاق نمیفته، بقیه طبیعت هم جاهای دیگه هم اینو میبینیم، اسمش هم هست ظهور. خب ولی به این دو تا نکته اینجا شد. برای همین من تو اون کتاب اگه نگاه بکنین، به جای اینکه اصلا تمام چپتر اول کتاب رو بکنم درباره توضیح فرگشت، اومدم یک مثال ساده تر رو برای شما نشون دادم، یه مثال ریاضی خیلی ساده رو نشون دادم که نشون میده که چجوری از یک قوانین بسیار ساده تا وقتی که انتخاب تو طبیعت وجود داشته باشه به یه سیستم پیچیده میتونیم برسیم. یه سیستم خیلی ساده تر نشون دادم که این قابلیت تو طبیعت بسیار وجود داره و نه تنها وجود داره، اصلا نمیشه که نشه. شما هر موقع یک چیزی رو که تولید مثل میکنه، حتی اگه حیات هم نباشه، هر چیزی تو سلول هم نباشه، هر چیزی که تولید مثل میکنه با یک سری قوانین خیلی ساده و با یک انتخاب رندوم، خب انتخاب رندوم، قابلیت تولید مثل، قوانین اولیه بسیار ساده، این سه تا چیز رو داشته باشین، به اندازه کافی بهش زمان بدین، نه تنها یک امکان داره یک سیستم پیچیده از این وجود بیاد، حتما یک سیستم پیچیده از این وجود میاد، مگر اینکه یه چیز جلوشو بگیره. خب این کاملا اثبات شده، اصلا نمیشه از این یه سیستم پیچیده به وجود نیاد. خب یعنی اگه شما این سه تا چیزو داشته باشین و یه سیستم پیچیده از این به وجود نیاد، اون وقت باید یعنی بر اساس چیزی که ما از قوانین طبیعت میدونیم، اون وقته که یه چیز عجیب اتفاق افتاده. مگه میشه شما از یک چیزی با یک بنیان خیلی ساده شروع که قابلیت تولید مثل داره و بعد بیاد انتخاب بکنه به طور رندوم یه چیزی رو انتخاب بشه یه چیز انتخاب نشه؟ خب معلومه یک سیستم منظم پیچیده از این باید به وجود بیاد. خب این اثبات شده. اینو ما تو اقتصاد دیدیم، توی طبیعت دیدیم، توی خیلی چیزهای دیگه، حتی توی روابط بین مورچه ها، بین پرنده ها دیدیم، نه خود سلولاشون، خود یعنی ببینید شما سیستم های ظهوری رو مطالعه بکنید. ما درباره این انقدر تحقیق شده و انقدر علم درباره این وجود داره که اگه یه نفر قابلیت درکش رو نداره، میتونه بره وقت بذاره بره تمام سیستم، یعنی ما بنظر کافی الان اطلاعات وجود داره خارج از برنامه ما که شما بتونید به طور کامل ببینید که این سیستما به چجوری کار میکنه. خب یکی این، ولی یکی از جدا از این، حالا اگه ما حتی نمیدونستیم که چجوری از یه سیستمای بسیار ساده ما میتونستیم یه سیستم منظم پیچیده به وجود بیاد، این عدم اطلاعات ما هیچ وقت بهونه برای اثبات وجود خدا نمیشه. خب
این یه مغلطه هست به اسم اپیل تو ایگنورنس. باسم اپیل تو ایگنورنس به فارسی چی میشه؟ توسل به نادانی. توسل به ندانستن، نادانی. اوکی، توسل به نادانی. خب یعنی شما نمیتونین بیاین بگی این، حتی اگه ما الان این توجیه شده ولی شما فرض کنین حتی این توجیه هم نشده بوده و دلایل شما نمیدونستیم، این هیچ وقت اثبات وجود خدا نمیشه. ما اگه یک چیزی رو درباره این روش به وجود اومدنش دربارش نادانیم، تنها چیزی رو که این اثبات میکنه نادانی ما درباره روششه. یعنی وقتی که دیندارا میان میگن خب ما نمیدونیم این چه داره اتفاق میکنه پس خدا هست، یعنی شما دارین میان توجیه میکنین یه چیزی رو که ما نمیدونیم با یک توجیهش از خود اتفاقی که داره میفته پیچیده‌تر و عجیب‌تره. خب یعنی نه تنها چیزی رو توجیه نکردین، تازه سیستمو پیچیده‌تر و عجیب‌تر و غیر قابل توجیه‌ترش کردین با اضافه کردن یه چیز مثل خدا. خب پس نه با توسل به نادانی بیان یک افسانه‌ای برای خودتون بسازی که مشکل رو توجیه بکنید. چون که ببینید ما حالا خیلی ها فهم میکنن مثلا تکامل یا چی گفتین اسمش دیگه چی میشه؟ من اسم سیاسی فرگشت. فرگشت. آره من به هر مثلا باشه نگم تکامل بگم فرگشت. خیلی ها مثال میزنن که آه فرگشت چجوری ممکنه، این خیلی پیچیده است، چشم رو نگاه کن، قلب رو نگاه کن، سلولای خونی رو نگاه کن، آخه چجوری مثلا میتوکندری رو نگاه کن، چجوری ممکنه؟ در صورتی که همینا توجیه شده فهم میکنن این اینا غیر قابل توجیهه، در صورتی که چیزایی که غیر فعلا توجیه نشده توی علم خیلی چیزای دیگه ای هست. خب مثلا سیاهچال از کجا میاد؟ مثلا ما نمیدونیم، مثلا چیزایی که ما نمیدونیم خیلی ماورای فرگشته، چیزایی که ما نمیدونیم. مثلا ما الان تو علم نمیدونیم که چرا مثلا الکترون ها دو حالت دارن، یا منفی یا مثبتن، چرا سه حالتی نیستن؟ خب چرا مقدار منفی الکترون اینقده، چرا نصفش نیست، چرا مقدار بار منفی الکترون ها چرا همشون اندازه همن، چرا بعضیاشون نصف بقیه نیستن؟ این چیزها رو ما نمیدونیم، اینا رو اصلا نمیدونیم. خب هنوز یعنی یه زمان ممکنه بفهمیم ولی هنوز مثلا میدونی یعنی سوال هایی که ما داریم بسیار ماورای فرگشت تموم شد. یعنی البته میدونم یه سری چیزایی تو فرگشت ما هنوز توجیه نکردیم ولی اینکه فرگشت واقعی هست و باعث توجیه حیات و سلول و پیچ دیگه تو زیست هست، خیلی از این گذشتیم. دنیای علم خیلی از این موضوع، این سوال کاملا جواب داده شده. ما خیلی یعنی سوالایی که الان داریم و نمیدونیم خیلی پیچیده تر از این هست. و اگه کسی بخواد بیاد بگه که از توسل به نادانی بخواد استفاده بکنه که بگه چرا که خدا حتما هست، باید به این چیزا بیاد گیر بده. ما حتی جواب اینا هم پیدا بکنیم بالاخره یه سری چیزای تو طبیعت خواهد بود که جوابشو نداریم، هی باید بگرده بره دنبال چیز بعدی که جوابشو نداریم. برای همین به این میگن God of the gaps، یعنی خدای حفره ها، یعنی خدایی که الان دیندارا دارن تو همین حفره هایی هست که علم هنوز توجیه نکرده، تو جاهایی که مثلا علم هنوز جواب برش پیدا نکرده و این حفره ها همینجوری داره کوچیکتر کوچیکتر میشه. ببین شما اگه خودت مثلا اطلاع ببین، من خودم خیلی چیزا تو علم هست، هممون حتی دانشمندا خودشون خیلی چیزا تو علم هست با اینکه جوابش وجود داره دانشمندا اطلاع ندارن، برای اینکه هیچ دانشمندی نمیتونه متخصص همه علوم بشه. خب شما اگه خودتون اطلاع ندارین هیچ وقت فکر نکنین که چون اطلاع ندارین توجیهش وجود نداره. حالا شما میخواین بگین توجیهش چیه و این فرگشت چجوری به وجود میاد، چجوری روشش، چجوری جزئیاتش چیه، خب این من الان میدونین چقدر وقت میخواد که من اینو برای جزئیاتش رو برای شما توجیه بدم. شما به اندازه کافی الان منبع برای توجیهات این به روش خیلی ساده وجود داره، شما میتونید برید این رو تحقیق بکنید و مطالعه بکنید و ببینید آیا این هست. هم روشش توجیه شده به طور خیلی ساده، هم مدرک و مثلا اثبات این که ما چجوری به این نتیجه رسیدیم الان تو همش توی به طور کامل روی اینترنت به طور مجانی و به طور حالا من میتونم برای شما یک کتابم پیش بینی آره بزنین همین کارو بکنم. این یک کتاب خیلی خوب هست بای جری کوین، اینم من کتابمو همش کتابایی که من معرفی کردم اینو امضا کرده برام اینم برای من ترجمه کرده، برای من چیز کرده امضا کرده، ولی اینم امیدوارم ترجمه شده باشه. یکی از بهترین کتاب ها و به طور خیلی خلاصه کاملا توضیح میده که چرا فرگشت واقعیت داره. خب اینو اگه کسایی که کارشون ترجمه هست، اگه این کتاب ترجمه نشده من پیشنهاد میکنم این کتاب حتما ترجمه کنید. البته من نمیدونم این اصلا ما توی مدرسه توی ایران تکامل یا فرگشت رو به ما درس میدن، من نمیدونم
آیا شما من فکرم تو دبیرستان که بودیم کاملا تمام جزئیاتش یاد گرفتیم، شما الان تو ایران هنوز این هست یا نه؟ والا توی ایران که سال دهم زیست شناسی سال دهم از فرگشت به عنوان یه خرافات استفاده میشه متاسفانه، میگن یه خرافاته و گویا میگن که علم نمیتونه پیچیدگی بشریت رو توضیح بده، نحوه بشریت، و صرفا هیچ وقت نمیتونه. و من با این قضیه مخالفم، علم بالاخره یه روزی همه جوابی بر همه سوالات پیدا میکنه، همون گونه که جوابی برای سوالات امروزی تونستم پیدا کنم. آیا فیلم روی یوتیوب، آیا فیلم کلیپ های وجود داره که به طور علمی اینو بیاد آموزش بده به زبان فارسی؟ از من میپرسید؟ آره، برای اینکه شما اگه گشتین که ببینید تو یوتیوب ببینید. والا من سعی کردم از اساتید خیلی مهممون، اساتید که پزشکی درس میدن اینا، من سعی کردم بپرسم ولی اونا هم جوابای خیلی خداباورانه‌ای به من دادن. من اصلا هیچ گونه منبعی نمیتونم پیدا کنم مگه اینکه بتونم این کتاب شما که گفتید Why Evolution is True بتونم از جای تهیه کنم. من وگرنه منبع دیگه ای ندارم متاسفانه. انگلیسیت خوب هست؟ انگلیسیم در حد بله خوبه، فکر میکنم خوبه. من فیلم ها رو میبینم بدون زیرنویس متوجه میشم. عالی. خب پس اگه انگلیسیت خوبه، خود یوتیوب به طور مجانی توضیحات بسیار زیادی داره از اینکه نه تنها که برگشت جوری کار میکنه، مدرکمون برای این چی هست اصلا. اینم یعنی ببینید اصلا انقدر مدرک برای این وجود داره که اصلا غیر قابل تصوره که این نباشه. ما از چند تا علم کاملا مستقل به هم، ببینید وقتی که درخت زندگی رو ما میکشیم، خب که تکامل مثلا از کدوم حیوانات به کدوم حیوانات رسیده، خب ما سه تا علم کاملا مختلف، خب علم فسیل شناسی، علم جنین شناسی اسمش این میشه، و علم دین مثلا تحلیل جمع چی میشه DNA analysis و اینا. خب به طور مستقل وقتی که میان tree of life و درخت زندگی رو میکشن که تکامل چجوری به وجود اومده، اینا به هم اصلا مچ میشن، یعنی به دانشمندهای مختلف تو رشته های مختلف. اصلا غیر قابل تصوره که این واقعیت نداشته باشه وقتی که اینقدر همه مدرک ها به هم مدرک ها از روش های مختلف به هم اشاره میکنن. متوجه هستی هپی؟ بله. من یه روزی با یکی از دوستامون داشتم بحث می‌کردم راجع به همین. من گفتم بله فرگشت وجود داره و فرگشت میتونه یکی از دلایل اصلی نبود پروردگار باشه. ایشون گفتش که ممکنه اصلا خود پروردگار فرگشت رو درست کرده باشه. و من اینگونه من فکر کردم وقت برای جواب به این سوال باید برگردیم به فلسفه و دیگه نمیتونیم روی علم کار بزنیم. به نظر شما این درسته؟ خب ببینید اگه همینجوری پیش بریم، ببینید ما موقعی که متوجه میشیم که برای یعنی پیچیدگی توی حیات احتیاج به وجود خدا نداریم، یعنی فرگشت اینو توجیه میکنه، بعد خدا رو برمیگردونیم میرن قبل‌تر، میگیم خب پس پیچیدگی طبیعت بدون وجود خدا قابل توجیه هست، ولی خب ممکنه خدا باشه و فرگشت رو مثلا به وجود آورده. خب ولی خب قلمرو خدا رو کوچیک کردیم دیگه، یعنی ما میتونیم تصور کنیم که چجوری بدون خدا ما توجیه برای مثلا پیچیدگی طبیعت داریم. خب بعد ممکنه اینجوری که اگه همچین قابلیتی وجود داشته باشه برای طبیعت که بدون خدا پیچیدگی داشته باشه، میتونیم بیایم تصور کنیم که خب پس بقیه چیزایی هم که تو طبیعت یا تو تمام دنیا داره اتفاق میفته، حتی اون چیزایی هم که نمیدونیم، عدم دانش ما معنی نیست که یه خدا لازم داریم برای توجیهش. ممکنه بدون خدا هم اونا قابل توجیه باشه. این چیزی رو که ما فکر میکردیم قبلا فقط خدا میتونه توجیهش بکنه، الان میبینیم که بدون خدا ممکنه قابل توجیه باشه. پس اون چیزای دیگه ای هم که فکر کنیم یه خدا لازم داره که توجیه بشه، ممکنه خدا لازم نداشته باشه. پس ما نمیتونیم طبیعت رو استفاده بکنیم برای اینکه بگیم این اثبات میکنه وجود خدا رو. اگه خدای وجود داره، باید یه اثبات دیگه برش پیدا بکنیم. خب که منم میگم نیست الان اثبات دیگه. خب درست، یعنی که اگه بگیم ممکنه، ممکنه این که توجیه چیزایی که ممکنه که
شما تا اثباتش نکنید ممکن بودنش که اثبات نمیشه، درسته؟ متوجه هستی پیتر؟ بله گوشم با شماست کاملا. آره من بعدا یه چیز دیگه، من یه روز دیگه با یکی از دوستانم خدا باورم قبل از اینکه بری سر یه چیز دیگه، من حرف آخرم رو در این بزنم. ببین قلمروی بله خدا رو اگه همینجوری، اگه قلمروی خدا همینجوری قابلیت کوچیک‌تر و کوچیک‌تر شدن داشته باشه، تا جایی که برسیم که یه خدای وجود داشت، خدایی باشه خب که هر اتفاقی تو طبیعت میفته بدون اون وجود خدا قابل توجیه باشه، خب این یه خدایی میشه که وجودش با عدم وجودش هیچ تفاوتی نداره، درسته؟ بله دیگه و... بله دیگه بله بله کاملا درسته. و خدایی که وجودش با عدم وجودش هیچ تفاوتی نداره، بر اساس تعریف عدم وجود میشه خدایی که وجود نداره. همونطور که من فکر کنم این چی اسمه جمله استیون هافکینگه که میگه چی بود؟ آها میگفتش که خداوند زمین را ببخشید، خداوند جهان را ساخته و خودش هیچ خالقی ندارد. جمله دوم نقض جمله اول است. من فکر میکنم یعنی این که میگه که یعنی ممکنه خدایی هم باشه که اون خدای ما رو خلق نکرده باشه، که این کاملا بی‌معنیه. چطوری یه خدایی میتونه باشه که ما رو خلق نکرده باشه و ما به خودی خودمون به وجود میایم؟ و صرفا از اون طرف استیون هافکینگ اینو نقض جمله خودش میدونه و خدا رو نقض میکنه اینجوری. و من فکر میکنم این قلم روی کوچیکتر شدن کوچیکتر شدن کوچیکتر شدن خدا که شما بهش گفتید کاملا بی‌معنیه و اصلا هیچ گونه با عقل جور در نمیاد. چون اگه خداوند میخواست همچین قلم روش روی کوچیکتر 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 کنه که دیگه واقعا بی‌معنی میشد. صرفا بعدا من خدا بی‌معنی دیگه، کاملا بی‌معنی. من یکی این سوال داشتم، یه سوال دیگه. یه روز یکی از دوستامون داشت به من میگفتش که من منظورم اینه که خدایی که کاملا بیکاره خدا نیست. منظورم این بود. بسیاری از خدا باوران باور دارن که خداوند به دو دلیل ممکنه ما رو آفریده باشه. دلیل اول که من تونستم از سریال ریکم مورتی که نمیدونم دیدید یا نه برداشت کنم، دلیل اول این بودش که ما موش آزمایشگاهیش هستیم یا صرفا مثلا مثل فیلم ازش پمپ بنزینیم. یکیش. مورد دوم اسمش مورد دوم صرفا برای سرگرمی و بازی و میخواست بنده‌هاشو مثل مهره شطرنج اینجوری عقب جلو کنه. و این نظریه مهره شطرنج خیلی جالبه. این مهره شطرنج ما میتونیم نقض کنیم با کلمه میل و اراده باطنی. ببین هپیر، چیزی که ممکنه و چیزی که جالبه با کاملا بحث چیزایی که ممکنه و چیزایی که جالبه بحث کاملا جداییه از چیزایی که ما میتونیم بگیم هست بخاطر اینکه براش سند داریم. خب چیزهایی که ممکنه بی نهایت هستن. خب چیزهایی که ممکنن و جالبن، چیزهایی هم که ممکنن و جالبن بستگی به سلیقه ما داره. ما میتونیم درباره چیزایی که ممکنه تا ابد صحبت بکنیم، این تموم نمیشه. چیزی که مهمتره این نیست که چی ممکنه، چیزی که مهمتره اینه که چه چیزی ممکنه و امکانش زیاده، این مهمتره. و برای این فقط نمیتونیم بیایم فلسفه بازی کنیم، باید بریم دنبال سند، باید بریم دنبال شواهد، بریم دنبال اثبات. درسته؟ ببخشید من درست متوجه شدم؟ شما یعنی میگید ما باید پایه و اساس باورهامونو بر اساس اون چیزی که احتمالش بیشتره بازی، نه اون چیزی که احتمالش کمتره؟ نه خب ببین بله، شما خب باید باوراتون بر اساس احتمالات باشه، مگه میشه غیر از این باشه؟ احتمالاتتون هم باید بر اساس سند باشه، نه بر اساس جذابیت یک پیشنهاد. میدونی جذابیت یک تئوری هیچ ربطی با احتمالش نیست. و خب شما معلومه که باید باوراتون یعنی چی؟ ما بیان باور داشته باشیم به چیزایی که احتمالش یک روی بی‌نهایته. من میدونین چند تا همین در 10 دقیقه آینده میتونم چند تا تئوری غیر قابل اثبات ولی غیر قابل یعنی اثبات نقضشم میتونم بدم. میدونین من میتونم بگم من الان میام یه تئوری به شما میدم که چه میدونم خدا جهان رو یک لاک پشت استفراغ کرده. خب تئوری منه، شما نمیتونین اثبات تمام جهان اینجوریش به وجود اومده. خب شما هیچ وقت نمیتونین بیان اثبات بکنین که این تئوری من غلطه.
شما سعی کنید. من میتونم بهونه بیارم که چرا این حرف شما حرف منو نقدش رو اثبات نمیکنه. خب کلی تئوری الکی من میتونم بیام بدم، بعضیش میکنه جالب باشه، بعضیش میکنه جالب نباشه. ربطی نداره که ما تئوری بدیم، تئوری دادن و جالب بودنش ربطی با امکان واقعیت بودن درست بودنش نداره. ما باید بیان ببینیم که چه سندی وجود داره برای تئوریایی که داریم میدیم. ببینید فرق مثلا یه تئوری مثل فرگشت با این تئوریایی که بردم میدم، یا خدا ممکنه یه کسی باشه توی آزمایشگاه که داره با ما بازی میکنه برای اینکه حوصله‌اش در رفته. فرق این تئوریا با تئوری مثلا یه چیزی مثل فرگشت اینه که ما کلی سند داریم، کلی سندهای مستقل که همدیگر رو تایید میکنن، بسیار زیاد. ببین دنیای علم و دنیای فلسفه یه موقع فرقش هم اینه، ما فلسفه بازی زیاد میتونیم بکنیم ولی علم یه استانداردی داره که دنیای فلسفه نداره. علم باید میگه میاد تو دنیای خارج از تفکر ما، میاد دنبال این میگرده که آیا واقعا این قابل چیزایی که ما تو طبیعت مشاهده میکنیم منطق ما رو نقض میکنه یا نمیکنه. ببین فرق بین خردگرایی و تجربه گرایی هم همینه. خب شما نمیتونین بیان برای خودتون داستان ببافین برای اینکه حوصله‌تون سر رفته میخواین توجیه بکنین که جهان چجوری به وجود اومده. باید تو طبیعت برای حرفاتون سند پیدا بکنیم. پس یعنی من خیلی عذر میخوام اینو دوباره تکرار میکنم، یعنی ما هیچ اسمش هیچ 100% نمیتونیم بیان بگیم که خدایی وجود نداره، قطعی نمیتونیم بگیم، فقط صرفا داریم با احتمالات جلو میریم. من اینو متوجه شدم دیگه. ببینید شما احتمال وجود خدا رو، ببین خدای اسلام خدای مسیحیت رو که ما میتونیم بگیم خدا وجود نداره، ببین که اون تعریفش خودش رو نقض میکنه. خب ولی خدای ولی خدای دیستا، خدایی که هیچ کاره است، یعنی خدایی که نه قابل مشاهده است و نه هیچ تأثیری در جهان داره. خدای دیسم دیگه، خدای دیسم. بله خدای دیستا. خب اون خدایی که یه جوری تعریف شده که شما نمیتونید اثبات بکنید که وجود نداره و نمیتونید هم اثبات بکنید که وجود داره. نمیتونید اثبات بکنید که وجود داره، نمیتونید اثبات کنید که وجود نداره. یه خدای کاملا بی تاثیر و بی فایده ای هست که وجودش و عدم وجودش هیچ فرقی نداره. خب که چون نمیتونید اثبات بکنید که وجود نداره، شما میتونید بگید خب پس احتمال وجودش صفر نیست. درست احتمال وجودش صفر نیست ولی انقدر نزدیک به صفره که شما میتونید جوری باش رفتار کنید که انگار صفره. خب چرا میگم نزدیک به صفره؟ برای اینکه تعداد تئوریایی که ما تئوری هم تازه کمتر، تعداد فرضیه هایی که ما میتونیم بدیم خب که نمیشه اثباتش کرد، نمیشه عدم وجودش رو اثبات کرد، بی نهایته. خب چون این تعداد این فرضیه ها بی نهایته، احتمال هر کدوم از این فرضیه ها چون اثباتی براش وجود نداره یک روی بی نهایته. پس این خدای دیستام مثل بقیه فرضیه هایی که نمیشه اثباتش کرد، نمیشه عدم وجودش اثبات کرد، احتمالش یک روی بی نهایته. بله این صفر نیست ولی یک روی بی نهایت نزدیکترین چیز به صفره. برای همین به طور پرکتیکال، به طور ما میتونیم یه چیزی رو که انقدر نزدیک به صفر جوری باش برخورد بکنیم که انگار همون صفره. این بحث من کاملا روشن شدم. من فقط یه سوال دیگه داشتم. ما صرفا اگه آخر برای که دیکیون یه قرنه که منتظره، من سریعتر پس میگم، ما توی ویکی‌پدیا اگه جستجو کنیم میبینیم تعداد آتئیسم ها و ندانم گرایان روز به روز در حال افزایشه و صرفا از قرن گذشته تا الان 23% اینا افزایش یافته. من به نظر من این مسئله باعث میشه، این در آمارها باعث میشه که ما متوجه شیم که قرآن چیه کلن این دینها ادیانها توسط آدمهای بالاتر و دولت مردان درست شده یا نه صرفا به خاطر وجود اینترنت و گسترش ارتباطاته که این چیز شده، افزایش یافته تعداد آتئیست ها و روشنگرایان. چی میگن بهش؟ اسمش یادم رفت. بیدینات ندانم گرایان و آتیس ها چی شده که بیدینا چرا تعداد بیدینا رفتش پیدا میکنه؟ خیلی تعداد خدا ناباوران و آنانی که نمیدونن. جفتشون با همه میتونیم بگیم بیدینا دیگه، میتونیم بگیم بیدینا، ولی بعضی از بیدینا به خدای باور دارن دیگه، میدونید که. خب ولی تعداد اونا هم داره زیاد میشه. حتی بله اونا هم علتش ساختگی بودن اوناست یا نه صرفا راه و ارتباطات افزایش یافته.
دلیل اول تو نفهمیدم، بله اینترنت و سوشال میدیا بله یه تاثیر بسیار زیادی داره، احتمالا به خاطر اون بیشتر از همه، ولی دلیل اول چی بود؟ آقای سلیمانی امیری این تئوری جالب گفتن که دین ها از مانند اسلام، مسیحیت، یهودیت اینا توسط دولت مردان ساخته شده که صرفا باعث افزایش چیز بشه، افزایش کنترل مردم و امید دادن به مردم. بعضی موقع این هست بعضی موقع این نیست، ولی این چه ربطی داره به دلیل اینکه تعداد بی خدایان داره بیشتر میشه؟ این ربطش اینه که صرفا تونستن تا یه محدوده مردم رو کنترل کنن به چی اسمش به الان میگم کنترل کنن مردم رو کنترل کنن که ایمان بیاورن، بعد یه مدت دیگه نتونستن کنترل کنن، راه روششون رو یادشون رفت. نه من فکر میکنم دین یه مقدار ارگانیک تر از این به وجود میاد تا اینکه یه سری دولت مدار به طور با از عمد بخوان بیان مردم بگن بگن ما مردم با دین گول بزنیم. نه من فکر کنم یه مقدار ارگانیک تر و بدون کنترل کسی دین رشد میکنه. بعضی موقع ها وجود داره که بعضی موقع از عمد و به طور مستقیم و با کنترل مستقیم میخوان دین رو رواج بدن به خاطر سوء استفاده، ولی اکثر موقع ها به طور طبیعی و ارگانیک و به خاطر جذابیتش و به خاطر امیالی که ما داریم و ترسایی که داریم به طور خود به خود رشد میکنیم. فکر کنم هم دلیل دوم درست داره که به خاطر اینترنت و سوشل میدیا و اینا داره دیدن کم از من. دست شما در نکنه، خیلی متشکرم که از وقتی که برای من گذاشتید. خیلی ممنونم از خودتون و برنامه خودتون، بسیار متشکرم. ممنون از وقت شما. خواهش فعلا. بدرود. بدرود.